صالح قلاب وزیر سابق تبلیغات اردن در گفتگو با تلویزیون العربیه گفت همه ما می دانیم که سپاه پاسداران و اطلاعات رژیم ایران پشت آماده سازی کودتای اخیر در بحرین بودند. صالح قلاب با اشاره به هشدار حسنی مبارک به رژیم آخوندی در زمینه مداخلاتش در کشورهای عربی و همچنین منطقه خلیج فارس افسود نسبت به دخالت‌های رژیم در ایران نگرانی وجود دارد. این دخالت مستمر است، از عراق شروع می شود و تا امارات متحده عربی ادامه می یابد. رژیم ایران به صورت روشنی در امور کشورهای منطقه دخالت می کند، در لبنان دخالت می کند، در یمن دخالت می کند، در سومالی دخالت می کند، در مصر و همه منطقه عربی و فلسطین دخالت می کند. این دخالت رژیم ایران روشن و افسار گسیخته است. حقیقة في هنالك مخاطر من هذا التدخل الإيراني الموجود بمنطقة الخليج. هذا التدخل متواصل، هذا التدخل ليس نزوة، ابدأ من العراق حتى تنتهي أيضا للإمارات العربية والاحتلال للجزر الثلاثة. إيران تتدخل في شؤون الخليج بشكل واضح، تتدخل في لبنان، تتدخل في اليمن، تتدخل في الصومال، تتدخل أيضا بمصر، كل المنطقة العربية وفلسطين طبعا، على كل المنطقة العربية هناك تدخل إيراني واضح سافر في شؤون الشؤون العربية. طيب. صالح قلاب ضمن یادآوری دجالگری‌های رژیم آخوندی درباره قدس و فلسطین گفت رژیم ایران ادعا می‌کند که می‌خواهد قدس را آزاد کند، اما مردم خود را به این وسیله سرکوب می‌کند و به نام آزادسازی قدس در کشورهای منطقه دخالت می‌کند. تلویزیون بغداد خبر داد نیروی امنیتی وابسته به مدیریت امور داخلی 19 تانکر را که بنزین تقلبی از ایران به داخل عراق حمل می‌کردند در شهرستان خانقین در استان دیالی توقیف کرد. یک منبع امنیتی گفت این تانکرها از کرکوک می‌آمدند و نگرانی ما از این بابت است که ممکن است حامل ماده فسفر که سرطان‌زاست باشند. وی افزود چه بسا شخصیت‌های دارای نفوذ در پشت وارد کردن این میزان بنزین تقلبی به عراق باشند.